الان که نه، یه وقت دیگه قاطی کن. الان فقط تو باید چنل رو ساب کنی، لایک کنی تا بشی پیکارمی واقعی تو. مگر نم رایت همینه و روش دیه سایکو، یا ساب میکنی یا هیچی نمیگی، پاسخها رو تو اصلا جر نمیدی. باز دوباره که تو لوس شدی بچه، چنل رو ساب کن و پیکارمی بشو. تو اینقدر هستی تو کف پیکارمی که حواست نی به هیچی، فقط میخوای سری هاردکور و پیکرفت و یه چیز دیگه هم ببینی که سورپرایزش رو آخر ویدیو بهت من میگم، همین بعد ویدیو. سلام به رفقای خودم، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از سری هاردکور دنیای خدا دوست. توی این سری براتون مژدگونی دارم، یعنی هم خبر خوب دارم، هم خبر بد، هم خبر اسفناک، هم همه جور خبر دارم اصلا براتون. پس ادامه ویدیو رو از دست ندید و سابسکرایب فراموش نشه، چرا که داریم میریم راود تو 500 کی که نه، ولی 500 تا عادی رو داریم میریم. به نظرم خیلی خوبه، راضیم و بتره کنید دیگه، زودتر 500 تاش کنید، چرا که یه حرکت خفن براتون دارم که قراره که این حرکت رو زمان 500 تایی بازگشایی و افتتاحش کنیم. اما پیکیمم و اینجا هاردکور خدا دوسته، شما هم انچنتد مانچنتد های چنل من هستید. خیلی خوش اومدید بازم و بریم توی ویدیو دیگه. خبر مهمی که دارم الان، بین کارم میام انچنتم میگیرم، ببینم توی مسیر که دارم صحبت میکنم میتونیم انچنتم بگیریم یا نه، تا بهتون کامل توضیح بدم. یه خبر مهم اینه که درباره یه سری به نام سری دنیای رنگی که خیلیاتون گفته بودین ریپتاید، نه به دردم نمیخوره، که این سری دنیای رنگی خیلیاتون گفته بودید که بذار ویدیوشو و من یک حالا یک بخش یه مقداریشو رفتم از این سریو و چرا انقدر فلیم میگیریم و دیگه حالا گذاشتمش به خاطر اینکه یک چنل دیلی بود نمیتونستم بذارم و زمانی که 500 تا بشیم من شروع میکنم و دوباره همون فعالیت خودمو، یعنی سری سروایل دنیای رنگی هم به سری هامون اضافه میشه و دوباره حالا همون جوری با همون روال میریم جلو. چنلینگ رو میذارم باشه چون که میدونم به درد میخوره، برای فکر کنم لویالوتی و این داستانو به درد میخوره و خلاصه که زودتر راوت 500 رو بریم که من این سریو شروع کنم و خیلیاتون که منتظر بودید داشته باشیمش انشالله. خودم خیلی ذوقش دارم ولی چون وقتم نمیرسه باید بذارمش کنار برنامه‌های دیگم و گفتم یه چالنجی بذاریم که فراست واکر چقدر گرون شده نکبت، بذاریمش برای یه زمانی که حالا دیگه یه چالنجی بذاریم برای خودمون. سیلک تاش گرفتم، برگام خیلی انشنتای خوبی داره بهم میده، برم یکم امرالد بیارم اینو بخرم سری. و گفتم که دیگه حالا خلاصه‌شو بخوام بهتون بگم که دیگه به محض 500 شدن اون سری هم که شما دوست دارید شروع میشه. گفتم یه چلنج سختی برای پیکارمیا بذارم که معرفی کنن و اینجور داستانا، پس همین الان انجام بدید و 500 تایی کنید و تموم بشه. چقدر امرالدام کمه، به جاش شوگر کین دارم، شوگر کین. بریم من اینا رو همه رو بفروشم به اینا، شاید بتونیم یه سیلک تاج بخریم، یعنی مطمئنا میتونیم یه تستی کنیم با کرافتینگ تیبل اتوماتیکمون. 8 تا گیرم اومد، 8 تا و 9 تا اینور 15 تا. آخرین باری هم که من یکم AFK کردم آیرون فارممو چک کردم دقیق 17 تا آیرون داخلش بود و آخرین باری که AFK هم بودم و چک کردم. الان ببینیم چند تا شده، بعد حداقل 40 تا شده باشه. اینم برکت نداشت فعلا، باید بذاریمش توی حال خودش بمیره به نظرم. هیچ سودی بهمون نداد و الان آیرونای اینجا رو میکشتیم بیشتر سود میکردیم. حالا بریم یه سری انچنت ها رو بندازیم رو وسایلمون، اونایی که داشتیم و دیگه بعد بندازیم. مثلا تورنز بعد بندازم روی دایموند چست پلیت، همینم چی میشه، ذوق بسیاری داره. 12 تا XP ازم میخوای، چقدر گرون شده همه چی. بمیر، آتیش گرفتم غذا ندارم. نه، مردم، تموم شد. دقیقا سر 3.5 اچپی مونده بود، اگه غذا هم نداشتم بعد یا آب یا غذا رو انتخاب میکردم. همین اول اینجوری شروع شد این سری، ترسناک بود قشنگ. بخوریم اینا رو دیگه، همیشه با خودم همه جا میبرم. یه کوچولو باید بریم استیک و این داستانا جمع کنیم که کامل قشنگ بتونیم امرالدامونو بگیریم و اون سیلک تاچو بگیریم و بریم انچنت بعدی ببینیم چی میشه و چی میده بهمون و چی اصلا. نه خیلی دوست دارم که به مندینگ بده ولی امیدی بهش نمیبینم که بخواد مندینگ بده. مندینگ یا افیشنسی خدایی راضی ام اگه بهم بده، که دیگه حداقل اون وسایلی که دارم و کامل فول کنم برم سراغ کارهای دیگه خودم. البته الان این چوبایی هم که جمع میکنم چوبای بیرچ میشه،
همون برای استیک و این داستان ها، این چوبا میشه برای انبارمون که دیگه تکمیلش کنیم و توی این اپیزود جدا از اینکه انچنت ها رو میگیریم انبارم تکمیل کنیم و یه را بندازیم. دارم میام ای خونه نصف کاره کچل من. اینا رو فقط باید در همین اول کار تبدیل به استیک کنم تا بتونم بفروشمشون. باغ ریزم باید بزنم. اصلا بذار بی خیال انبار بشیم. یه بخشی از انبار رو میریم ولی هدفمون میذاریم باغ درختان که قشنگ بیایم درخت بکاریم اونجا و همه چی رشد کنه. خیلی خوب میشه به نظرم. واقعا واجب‌تره تا اپیزود بعدی مثلا شاید بیایم انبار رو تکمیل کنیم. الان فقط اون ستونش رو میسازم. همینجوری فست بریج، بازم اولین نفری که توی هاردکور جرأت کرد که فست بریج بره. میدونم که دارم زر میزنم ولی واقعا حقیقت بچه‌ها، باید شوافش کرد. یکم اینجا دیگه ترسناکه ولی بازم بعدش میکنم، چرا که من مرد تنهای شبم. بودو بریم دشت. چرا اینجوری میشه؟ اولین کسی که با فست بریج بلاک نامرئی رفت، این خیلی به صرفت. آها دیگه نرفت. هر زمان که از خودتون تعریف میکنید شک نکنید یه بلای سرتون میاد. این قانون طبیعت بوده همیشه. اینا رو بذارم سر جاشون، وصلشون کردم همه رو به هم و الان دیگه کلا اینجا میشه چست دونی برای چستا و این داستانا. فقط بذار اینجا رو حداقل تکمیلش کنم دیوارشو که راحت به یه ذوقی برای ساختش داشته باشم. ساخت این انباری همینجوری بعد با ذوق بسازیم اینجا رو. ذوقی ذوقی ذوقی. آله بابی صدا منو داری؟ اوه مای گاد، یعنی چیزایی که میتونه منو بترسونه، یکی مابه، یکی این فال دمیجایی که میخورم. خیلی ترسناک و عجیب غریبه. حس واقعا بدی داره. فکر کن نمیدونی ارتفاعی که میخوای بیفتی ازش چقدره و بعد میری پایین یه دفعه. اینو فقط کسایی که هاردکور پلی میدن درک میتونن کنن. اینجا رو کامل بگیرم این چیزاشو. بذار این کفو برم. این به کف اعتباری نیست واقعا. میگم به کف اعتباری نیست، دقیقاً عبارت اینجاست. کفو کامل بریم تا بریم توی کف دون. بعد خودم خیلی عاشق این باغ درختام، چرا که حس نظر من، البته که فکر میکنم که بذار یکم سپلینگ ببریم برای باغ. نظر من اینه که خیلی چوب بیشتر از بامبو بهمون استیک میده که بتونیم براش فلچینگ تیبل بگیریم و یعنی از فلچینگ تیبل استفاده کنیم و این داستان. این بازم میگم نظر منه و خودم اعتقاد دارم که خیلی بیشتره. حالا دیگه شاید نظر درست یا غلطی باشه. تست میکنیم بامبو رو و کلا یه اپیزودم میریم سراغ بامبو. حالا کارهای اینجوری حتما. چیزی که میخواستم الان اینجا چوب بود. یه لحظه یادم رفت. چوب برای چوب و فنس، این دوتا خیلی مهمه برای اون باقی که میخوام بسازم. جاشم باید بذار بخوام تا فردا و بعد بریم سراغ کار. کاری که حالا بعد انجام بدیم اینه که یه جای خوب رو انتخاب کنیم. اینجا که فارم بزرگ گاو بریدرمونه، اینجا هم نیشکراست، اونم که دیگه جاده نیشکره. یه جای بزرگی باید باشه که قشنگ اینجا به نظرم بهترین جا. یه پل از اینجا میزنم اینور بعدن که بیام قشنگ چوبا اوکی بشه. جای خوبیه. میام همینجا رو فلان چیز میکنم، چوبای اینجا رو میکنم. ویلی ویلسون تو پل کرد 100% اوکی با موجه. یه جوری پلش ببین ما یا الان رسید خبر دارن میان یه تیم قدر. بودو بشین فقط پاکو بزن به تو. بذار بلرزه رو، بذار به لرز وو، چش نزنمون بزن لوو. خوانندگی خودم تو حلق خودم واقعا. اینجا دیگه صاف شد حس میکنم. آره عالی عالی شد. یه این دوتا درختم بزنم دیگه باغ بزرگ سعدآباد رو میسازیم. اسمش هم حتما توی این اپیزود کلن پاسخ خونید. همین الان پاسخ خون اسمش چی باشه؟ اسمش چی؟ باغ درختان خدا دوست. این اسمه؟ یه اسم خوشگل انتخاب کن، پاسخ کن، لایک کن، کامنت کن. من پینش میکنم، قبولش میکنم، تموم میشه میره. یه باغ صاف داشته باشم. باغ خب حالا کوه نیست که بالا پایین داشته باشه، صافه. باغ میگن همیشه باغی که صاف نباشه باغ نیست. استاد باشه اگه میشه فارسی بگی. حالا همین باغ میسازیم تا باغ بشه. اگر کوه نباشی زمین از بین میره. احساس میکنم باغ برای شروع کافیه صاف شدنش. مثلا از همینجا میخوام قشنگ رشدش بدم همه چی. مثلا از اینجا باغ ادامه پیدا میکنه، میاد اینور و همین مسیر رو میره تا کوچه های شهر. فنسا رو بسازم که دیگه تکمیل بشه همه چی. الان اینجا کرافتینگ تیبل اتوماتیک رو مشاهده میکنیم. این یکی نبود، داخل بود، حواسم نبود. 24 تا چیز میز گرفتم. چند تا دیگه بذار بذاریم و کفو کامل صافش کنم اوکی بشه. کاکو بزن به کو تا که بلرزه. او حالا او این مسیر رو مستقیم میایم تا اینجا، دو تا هم اینجا،
4 دقیقاً اینجا 4 تا شد. حالا نیست که تا اینجا اومدیم یه دفعه بعد یه مارپیچی پیچ بخوره. دقیقاً لب مرز گیر آوردم این فنسو، یعنی یکی اونورتر بود میخورد به دره و دیگه قطراتش استارت میشد. یو 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 نگاه وضعیت اینم تکمیل کنیم دیگه، درجا این درخت کاریمون استارت و برو بریم که داشته باشیم، لتس گو. این داستانا میشه قشنگ. بعد این خاکار، این خاکار بعد وردارم اینجا بذارمشون پایین استفاده کنم، به کار میاد. یه جایی هم میخوام براش مشخص کنم که دقیقاً مثلا همونجا بکارمش، همونجا رشد کنه. خیلی چیز خوبی میشه اینم. تا حالا ندید، مطمئناً تا حالا توی سری ندیده بود این اتفاقو که مثلا بیان 4 تا بلاک دورش بذارن عین واقعیت، مثلا که یکم دورشو خاک برداری میکنن اونجوری، بعد مثلا بیاد درخت رشد کنه، خیلی خفن میشه. یکم اینجا رو دیگه بعد اینجوری کنیم چون که انگاری اذیت میکنه. خوبه دیگه، حالت آناناسی هم شد این. آها الان دیگه داره یواشاش میره طرف شفتالو و این داستانا. قشنگ همینجا ورودیش یه پولم از همینجا میسازم به اینور، یه پول کوچیک ولی خوشگل گفتم. حالا میام اوکلاگا رو میکاریم اینجا، فعلا همینجوری میکارمشون تا حالا برم اینا رو بفروشم چون ذوق دارم سریع امرالدا رو بگیرم. اینا رو میکارم اینجا، اینم اینجا، الو بابی اینم اینجا، صدا منو داری الو. بعد اینجا رو هم صافش کنم که دیگه با خیال راحت درختایی که میخوام بکارم. حالا بریم سراغ فروش این استیکا به فلچینگ تیبل ها. حالا اینا رو همه رو میفروشیم، 11 تا بهم داد. الان سیلکتاشو میتونم بگیرم، یه دونه کتاب کلا میخوام، برم همین یه دونه کتابو سری بیارمش، سیلکتاشو بزنیم بر بدن. برای چی؟ برای شوبلمون. شوبلمون سیلکتاش میخواد بچه ها. رد دادم این اپیزود، امیدوارم خدا به خیر کنه. این یه هفته بچه ها کلا حال دلم زیاد خوش نیست، یعنی کلا مشغله دارم، یکم رد دادم. قبل از اینکه بریم سراغ آیرون، بریم یه تیری در تاریکی بزنیم. من امید دارم که اینجا دیگه واقعا 17 تا بیشتر شده. نه این فارمه انگار آدم بشونی، یعنی میتونه به خاطر چی باشه؟ آقا من همه چیزو کامل ساختم، شاید به خاطر اینه که یه دونه زامبیه، شاید. در هر صورت بعد اسپامون بشه، نمیدونم. زمانی که نیم تگو گرفتم میام اینم کامل میکنم، نقصشو برطرف میکنیم با هم. شایدم روی اینجا به اسپام میشه، مشکلش همین. الان اینجا رو پر کنم همشو. اینجا که نباید پر بشه دیگه، اینجا بر پرش رو بریم کتابمون رو بسازیم و استارت بزنیم این سیلیک تاچ گرفتنمونو. آمبرکینگ هم بعد این اپیزود اگه بتونم بگیرم، بعد اینم چی میشه، بعد میرم سراغ باغم اول که باغ سعادت آباد خودم رو تکمیل کنم. خب اولین صبحمونو با اسلب آغاز میکنیم، چرا که میخوام برم همونجا باغ خودم رو قشنگ اسلبی کنم که بتونم به مقداری که میخوام چیز میز بگیرم. چقدر چوب دارم؟ ایول، بذار همین الان استیک بازی هم کنیم، یکم دیگه امرال گیرمون بیاد. این باغو داریم تکمیل میکنیم. یه تخفیف جانانه هم بهمون داده، همینا رو بگیریم. 5 تا دیگه نمیفروشی؟ نه چرا، نه نمیفروشی، اشکال نداره. بریم فعلا اوکلاگامون اوکی کنیم. هنوز اینا رشد نکردن، یه روز گذشته فکر کنم، بعد دو روز دیگه رشد کنن هر جور که شده. فقط جاشون رو مشخص کنم قشنگ دورش رو اینجوری مشخص میکنم. حالا میام یکی هم اینجا، بعد فاصله رعایت بشه در این حال زیبایی خودش رو داشته باشه. مثلا اینجا آقا یه بلاک هم فاصله از هر طرف کافیه. دوباره بعد یه چند تا بسازم، چرا اینقدر کم ساختم؟ اصلا بریم چند تا بیارم سریع، درخت ها رو بگیریم. اصلا برکت بیشتر میشه اینجوری، این داستان آیرون فارمی بود که تو اپیزود قبلی بهتون گفتم برکت این داستانو بیشتر میشه. الان هم همونجور شد، تا اومدم دورشو حفاظ کشیدم قشنگ رشد کرد. الان اینا نگاه، اینا خیلی زودتر رشد میکنن. میدونم ربطی نداره ولی برای من اینجوریه. دعام کنید که یه دونش مندینگ باشه، یه دونش افیشنسی. اگه اینجوری باشه خیلی خوب میشه. این که هیچی نبود، دوباره بیا. فایر اسپکت انچنت خوبیه، فقط نمیدونم لول مکس یا نه، بذار چک کنم. اوه مای گاد، فایر اسپکت انچنت فولیه، یعنی بالاترش اصلا نیست کلا. پس این میشه یکی از انچنت ها و آرمان هامون. حالا باید بریم سراغ انچنت بعدی. بذار منم بخوام امشب. حالا فایر اسپکت تو چون تازه کاری امشب و بیدار بمون، نمیتونه مثل اینکه بارونه، من نمیتونم بخوابم، هیچ خبری که نیست. میخوام بخوابم، من به خدا تو خدا خوابیدم. بردا دیگه به انتظار مندینگ واقعا دارم میسوزم اصلا، یعنی مندینگ آرمیا همینا پاسخ کنن دیگه مندینگ گیرمون میاد. سیلک تاچ بابا، پدر سیلک تاچم، برش کن دیگه سیلک تاچو. چرا اینقدر سیلک تاچ میدید؟ یکی نمیاد اینو بگیره؟ مثل اینکه نمیاد، بی خیال شدن. آها اومد یا نه، این بود مندینگو گرفتم. اولین باره که کلا یه بار گفتم که مثلا پاشکی فلانو بگیرم، درجا گرفتمش، عالی شد. پس اپیزود بعدی کامل منو فول مندینگی میبینید. ایول خیلی خوب شد، اینقدری ذوق دارم، دوست دارم الان جا بلند بشم و قشنگ اینجور اینجور کنم. عجیبه، واقعا عجیبه. ایول عالی شد،
فکر میکنم برای این پارت کافی باشه و همه چیز اوکی بود. باغمون رو ساختیم. پارت بعدی میریم سراغ انبارمون که تکمیلش کنیم و یکی دو تا انچنت دیگه بگیریم و دیگه بریم سراغ ندر، چرا که تازه قراره که توی هاردکور جر بخوریم. برای بچه سابسکرایب و لایک کامنت فراموش نشه. تا پارت بعدی میبینم اسمون اون پیکیم همو اینجا هاردکور دنیا یه خدا دوست. مرسی که ویدیو دیدید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.